15 سال از حضور نیروهای خارجی در کشور میگذرد، نیروهایی که به هدف نابودی تروریسم به افغانستان آمدند و در کار مبارزه با عراس افغانان میلیاردها دلار هزینه کردند. ریاست اجرایی حکومت میگوید که نبود تعریف مشخص از دوست و دشمن مردم افغانستان و بخش بندی گروه طالبان و طالب خوب و بد پیکار با عراس افغانان را با مشکل مواجه کرده است. عبدالله عبدالله میگوید که به همین بهانه ها دشمنان مردم افغانستان در بیش از یک دهه پسین از مردم افغانستان قربانی گرفتند. یک طرف باز تبعیض است، بی‌عدالتی است، نفاق است. متاسفانه باز این در متاسفانه در صفوف کسایی که در برابر تروریسم امروز قرار گرفتیم این چیزا وجود دارد. روز گذشته کابل گواه 3 حمله مرگبار بود و این وضعیت باشندگان پایتخت را نگران کرده است. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که حضور افراد غیر مسلکی در ارگانهای امنیتی کشور سبب افزایش بدامنی ها در کشور شده است و ای هشدار میدهد که مردم افغانستان دوام این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. و دوام شرایط فعلی واقعا بر مردم افغانستان غیر قابل تحمل است و مردم افغانستان نمیتونند که هر روز شاهد عزیز باشند که فرزندای عزیز خود در برابر تروریست های جفاکار حتی در مرکز کابل از دست بده. در همین حال شماری از اعضای شورای ملی از عملکرد سران حکومت در کار چگونگی بهبود وضعیت کنونی انتقاد میکنند. سران ما، دولت مردان ما چرا گیر افتادن؟ همانند گرداب غرق شدن و یک گم پیش مندن میتونن، چون چیزها رو میگن برای فریب دیگران بدون ایزی که باور داشته باشن. این اظهارات در حالی مطرح می شود که همگنون در چندین ولایت کشور میان عراس افغانان و نظامیان کشور جنگ جریان دارد و در تازه ترین مورد در چندین حمله تروریستی در پایتخت بیش از 20 تن شهید و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند.